نمیشه. باید برای پاییز لباس بخرم واسه خودم. داری چی کار میکنی؟ دنیز تو کی اومدی تو؟ دزدکی را رفتن رو یاد گرفتی؟ آره؟ حتی اگه بعضی وقتا لازم باشه بال در میارم و پرواز میکنم. تو داشتی چی کار میکردی؟ نکنه لباس کارمندای شرکت عوض شده ها؟ هیچی عزیزم، داشتم اینا رو یکم مرتب میکردم. یعنی به هم میریختی؟ آره؟ ببینم خانم، شما کاری جز دید زدن من نداری؟ نه، چون من هیچ وقت از دیدنت سیر نمیشم. وقتی هم که کارای مخفیانه میکنی بیشتر دلم میخواد ببینمت عزیزم. الان نمیخوای به بهونه جواب دادن گوشیت در بیای؟ عزیزم گوشیمو بده جواب بدم. دنیز الو. عزیزم باشه باشه، میشه یه لحظه صبر کنی؟ عزیزم میگه کارایی که گفته بودین رو انجام دادم. تو چرا گوشی منو جواب میدی؟ شاید من نخوام تو بفهمی. چی رو از من قایم میکنی؟ دنیز از دست تو. الو. باشه باشه، من بهشون میگم. خیلی ازتون ممنونم، روز بخیر. خب حالا میگی چیه یا نه؟ دیدی نتونستی بفهمی؟ گوشیمو جواب دادی ولی بازم نتونستی بفهمی چیه. این یه سورپرایزه و باید صبر کنی. چنار بگو دیگه، به خدا قلقلکت میدم، اذیتت میکنم. باشه باشه، تو بردی. حاضر شو، باید بریم بیرون کار داریم. چه کاری ها؟ قبل محصل کلی کار برای انجام دادن داریم. حاضر شو تا دیرمونه. میخوایم بریم محصل؟ آره. میدونی کجا میخوایم بریم؟ کجا؟ مالدیو. داری جدی میگی؟ آره. واقعا چنار؟ یعنی واقعا ما اونجا؟ آره آره، میریم عزیزم. چنار خیلی ازت ممنونم. خواهش میکنم. عشق خوشگل من. اینجوری نمیشه اوزگار، فهمیدی؟ من باید هرچه سریعتر یه کاری بکنم وگرنه ممکنه اونو از دست بدم. میدونم مرت، اما اون تصمیمشو گرفته. داره میگه نمیشه. میخوای چی کار کنی؟ نمیشه نداریم اوزگار، باید بشه. یه جوری پیشنهاد میکنم که نتونه رد کنه. این جمله منو یاد فیلمای قدیمی میندازه. بس کن تو رو خدا. خیلی خوب، باشه باشه. من دارم میگم میخوام همه یه جرأتمو جمع کنم و برم جلوی اویکو زانو بزنم و بهش پیشنهاد ازدواج بدم، اما تو داری بهم چی میگی؟ مرت، فکر نمیکنی یکم برای این کار زوده؟ نه خیر، خیلی هم دیر شده. مگه نمیبینی اویکو هر روز داره بیشتر ازم فاصله میگیره؟ مرت من واقعا نمیفهمم، وقتی اون داره میگه نه تو چطور انتظار داری بهت بگه بله؟ این دقیقاً همون لحظه‌ایه که من باید از هوش خودم استفاده کنم. میخوام یه کاری کنم که نتونه رد کنه. میخوام همه چیزو انقدر خوشگل و خاص بچینم که حتی نتونه به رد کردن فکرم کنه. نه نه، نمیشه داداش، من اصلا با این فکرت موافق نیستم. به نظر من صبر کن تا یکم آبا از آسیاب بیفته. اینجوری اویکو هم یکم آرومتر میشه، اون وقت میتونی راحت باهاش حرفاتو بزنی. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر اویکو خانم. میبینی؟ حتی به هم نگاه هم نمی کنه. و تو میگی یکم دیگه هم صبر کنم؟ چقدر صبر کنم ها؟ هر روز رو بیشتر ازم دور میشه. وای، این خریدای خونم که اصلا خلاصی نداره. منتظر بود من برسم خونه. این دیگه کیه؟ وای، انشالله که خیره، شمارش که ناشناسه. این بذار ببینم کیه. الو. الو، شما ایسل خانم هستین؟ بله. شما کی هستین؟ من منورم، مادر اوز. اوز؟ کدوم اوز؟ همون پسر که تو قهوه خونه باقا شوکت کار میکنه دیگه. آها ببخشید، اصلا واسم حواس نمونده. خب چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه عزیزم، راستش من به خاطر دخترتون تماس گرفتم. دخترم؟ دخترم چه شده؟ راستش من و شوهرم برای یه کار خیر میخواییم بیاییم خونتون. منظورتون از کار خیر چیه؟ یعنی میخواییم امشب برای خواستگاری از دخترتون اویکو برای پسرمون اوز مزاحمتون بشیم، البته اگه وقت داشته باشین. نه الان خیلی زوده. خب اگه میخواییم یه روز دیگه بیای. نه منور خانم، منظور من این نبود. راستش دخترم واسه ازدواج کردن خیلی کوچیکه. نه عزیزم،
سن دخترت خیلی هم برای ازدواج مناسبه. الان هم سن و سالای اون بچه دارن و مسئولیت یه خانواده به دوششونه. معذرت میخوام منور خانم، اما این زندگی دخترمه، باید خودش در این مورد تصمیم بگیره. هرچند به نظر من که مادرشم هنوز خیلی زوده و برای ازدواج کردن کوچیکه. واقعا منو ببخشید. یعنی میگین ما نیم برای خواستگاری؟ متاسفانه بله منور خانم، بازم معذرت میخوام. خدافظ. آآ این چرا اینطوری کرد؟ ای بابا. خدا جون، فقط همینو کم داشتیم. اوف خدایا. بیا. دخترم برای داروها خیلی زود نیست؟ بابا جون، باید در مورد یه موضوعی با هاتون حرف بزنم. بیا بشین دخترم. چشات چرا یه جور دیگه شده دخترم؟ نکنه گریه کردی؟ بابا جون، اصلا نمیدونم چطوری بهتون بگم. سعی کردم تو خودم بریزم و نگم. خواستم خودم حلش کنم اما نتونستم. یالچین ناراحتت کرده؟ کاش فقط ناراحتم میکرد. احساس میکنم یه چیز سنگین روی قلبمه بابا. نمیدونم چرا این کارو باهم کرد. بابا جون این حقم نبود. این اصلا حق من نبود بابا. دخترم مگه یالچین چی کار کرده که انقدر ناراحتی؟ خجالت میکشم بهتون بگم بابا جون، اما چاره ای ندارم. یالچین داره به هم خیانت میکنه. چی؟ عزیزم ببینم گوشی تو برداشتی؟ اینم کشت منو با این عزیزم گفتناش. همش هم که با همن مثل این ندید بدیدا. عشقم زود باش. صبح بخیر. سلام صبح بخیر. اول صبح این همه انرژی حتما یه دلیلی داره، میشه بهم بگین؟ خب عشق با آدم همچین کاری رو میکنه دیگه. آره منم وقتی شما رو اینطوری میبینم نمیتونم رو پاهم وایسم، یعنی از خوشحالی. ما هم باید تا میتونیم انرژیمونو نگه داریم، چون قراره ساعتها تو هواپیما باشیم. این یعنی چی؟ جایی میخواین برین؟ آره مگه تو نمیدونستی؟ منو چنار میخوای ماه عسل بریم مالدیو عزیزم. یعنی چی؟ کی میرین؟ همین امشب. قراره یه تعطیلات عالی داشته باشیم، درست عشقم؟ دقیقاً همینطور. آسین، آسین تو خوبی؟ آسین حواستو جمع کن، طوری چود؟ از چیزی که فکر میکنی بیشتره چنار. آسین صبر کن بذار ببینم پاد چی شد. ای بابا این چرا اینجوری شد؟ بس که حواس پرت دیگه. اوف من برم ببینم حالش خوبه. عزیزم صبر کن، بزرگش نکن دیگه. آسین همیشه همینجوریه، میخوای چیکارش کنی؟ در ضمن زن داداشم حواسش بهش هست، تو فقط حواست به شوهرت باشه. پس شما اینطور امر میفرمایین؟ خب حالا میخوای چیکار کنی؟ اول باید بریم دنبال کارهای پاسپورت و بلیط و بقیه چیزا. خب چی لازمه بگیرم؟ عزیزم من همه چی رو گرفتم، فقط الان تو رو کم دارم. چطور میتونی دقیق به همه چیز فکر کنی؟ به همه چیز نه، فقط به تو فکر میکنم. خیلی خب بریم. بریم. همه چیزو فهمیدی دیگه؟ آره. چی؟ گفتم همه چیزو کامل فهمیدی؟ آره فهمیدم. همه این حرفاتو دونه بدونه تو ذهنم حک کردم، همشونو بدون هیچ کم و کسری میرم و بهش میگم خیالت جمع. آفرین به تو. گوش کن،
هر چیزی که لازم داری تو این هست، مواظبش باش. بچه هم فردا بهت زنگ میزنن. هر جوری که شما بخواین آقا تکی. من بهت اعتماد دارم، منو که ناامید نمی کنی نه؟ اصلا نگران نباشین، خیالتون جه. خیلی خوابی نالیه، پس برو به سلامت. به سر بیا اینجا ببینم. بله رئیس. من یه آدم مطمئن لازم دارم. چشم، همین الان میگم بیاد پیشتون. وایسا ببینم کجا داری میری. اگه از شرکت میخواستم خودم ردیفش میکردم. من یکی رو میخوام که کسی نشناستش. به روی چشم قربان، من یکی رو میشناسم که خیلی قابل اعتماده. باشه بهش بگو بیاد اینجا. همین الان. به من که باور نداری چنار، نتونستی وایسی رو به حرفم گوش بدی. ببینم وقتی یکی دیگه بیاد بهت بگه چی کار میکنی. رئیس، من میتونم یکم بشینم استراحت کنم؟ آیکو، تو از کی تا حالا اسم منو فراموش کردی؟ اینقدر خستم که حتی اسم خودمو فراموش کردم. این چه حرفیه؟ هم به عنوان رئیس هم به عنوان دوستم میتونی بری بیرون و با خیال راحت استراحت کنی. نگران هیچی هم نباش. خیلی ممنونم، خیلی زود برمیگردم. باشه. بفرمایین خانم، اینم از قهوه‌تون. با شیر و یک کمی هم شکر. همونطوری که خسته بودین. مرت، این چیه؟ قهوه. منظورم این رفتارته. اصلا معلومه داری چی کار میکنی؟ من فقط برای دوستم که خیلی خسته است قهوه آوردم. انگار من هر چقدر نخوام تو بازم ادامه میدی. آره؟ من که بهت گفتم، چرا همش داری به این بازی بی معنا ادامه میدی؟ من از این بازیهات خسته شدم. چه بازی؟ وایسا، وایسا داری کجا میری؟ آروم باش، آروم باش مرت. باز چی شد؟ چی شد ها؟ خودت که دیدی، انگار هی میخواد به این جنگ ادامه بده تا منو شکست بده. من که بهت گفته بودم مرت، اون دختره الان اصلا حالش خوب نیست. بهتره تو هم اینقدر بهش فشار نیاری. فقط کافیه بهش پیشنهاد ازدواج بدم و اویکو بله رو بهم بگه. وقتی اویکو بله رو بهم گفت، اون وقت همه چی درست میشه. امیدوارم. حداقل تو بخور. اوه، خوش اومدی شوکت خان. اوه، وقتی به هم میگی شوکت خان، حتما یه اتفاقی افتاده. معلومه منو خوب میشناسی. آره خب، بعد از این همه سال بایدم خوب بشناسمت. تو باز چی کار کردی شوکت؟ بگو ببینم به اوز چی گفتی؟ من به اوز چی کار دارم دیگه؟ منم هم دارم همینو میگم. این اوز کیه؟ از کی خواستگار دختر ما شده؟ چرا مامانش زنگ میزنه تا ازم اجازه بگیره شب بیان خواستگاری؟ میشه توضیح بدی؟ وای، این اوزو ببین، من که بهش گفتم نیاز نیست به کسی بگه. حالا زنگ زده که زده، مگه چی شده؟ معلوم هست چی داری میگی شوکت، صحبت از آینده دخترمونه. آه ببین، این دختری که میگی دختر منم هست، مگه نه؟ الو؟ الو، لیلا خانم؟ امیدوارم بعد موقع مزاحم نشده باشم. سلام آقا محمود. چند از وقت دارین؟ بله. عالیه. لیلا خانم، دیروز نشد که خیلی حرف بزنیم و کارمون یکم عقب افتاد. منم از اینکه برنامه هم عقب بیافتن و تو کارم بی نظمی باشه خوشم نمیاد دیگه. واسه همین میخواستم ببینم اگه شما بخواین میتونیم با هم یه قهوهی بخوریم، در مورد کاروبار صحبت کنیم، چطوره؟ البته اگه شما وقت داشته باشین. من واقعا نمیخوام که مزاحم کارتون بشم. باشه، میتونین تشریف بیارین دفترم. نه، ببینین، من یه نظری دارم. واقعا تو این مدت از تو اتاق موندن خیلی خسته شدم، واسم تکراری شده. واقعا یه هوای تازه اگه بخوریم واسه هر دوتامون بهتره. اگه شما مایل باشین میتونیم بریم با هم یه قراری بذاریم، یه جای خوبی که مد نظر من باشه، یه قهوه بخوریم، بازکار خودمون رو شروع کنیم دیگه.
خب راستش نظر بدی نیست. خب فوق‌العاده است. خب پس من همین الان واسه‌تون آدرسو میفرستم، باشه؟ اونجا میبینمتون. باشه میبینمتون. پس به امید دیدار. خداحافظ. خداحافظ. وای 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 وای. دیگه چیزی نمونده رو صندلیم بشینم. در مقابل جاذبه محمود هیچ کس نمیتونه دووم بیاره. خیلی خوب. اینم از این. گفتن این حرفا خیلی برام سخته بابا جون، اما چاره دیگه ای برام نمونده. چند بار بهش گفتم اگه به فکر من نیستی به فکر دخترمون باش. آستین نمیتونه اینو تحمل کنه. مردی که یه احمق، آخه چطور تونسته این کارو بکنه؟ اون با زن فداکار و صادقی مثل تو چطور تونسته این کارو بکنه؟ این پسر هیچیش به من نرفته. من چرا همچین بچه‌ای تربیت کردم؟ لعنت به من. بابا جون این تقصیر شما نیست. شاید مشکل از من بوده. حتما من زن خوبی براش نبودم. به هیچ وجه، به هیچ وجه آهو، این تقصیر تو نیست، چون هممون میدونیم که تو چقدر زن خوبی هستی. چند وقت اینا با هم رابطه دارن؟ منم تازه فهمیدم بابا. ماها از من مخفی کرده بودن، اما وقتی هم فهمیدم بهش گفتم به خاطر دخترمون اینو ندیده میگیرم یالچی. کافی بود رابطه‌شو باهاش قطع کنه. نمیخواستم تاثیر منفی رو آستین بذاره. فقط دو روز تونست تحمل کنه، بعدش دوباره رفت پیش اون زنی که احمق. دیشبم که اصلا نیومده بود خونه. نمک نشناس، من میدونم باهاش چی کار کنم. بابا جون شما خودتون رو ناراحت نکنید، سلامتی شما از همه چیز برام مهمتره. کاش اینو به شما نمیگفتم. مگه میشه دخترم؟ تو باید به من میگفتی. وقتی یه مشکلی هست باید بیای و به من بگی. ما یه خونواده ایم و باید من خودم این مشکل رو حل کنم. ببین تو برای من مثل دخترمی، باشه؟ نمیذارم یالچین هر وقت بخواد ناراحتت کنه. بهش نشون میدم که کی هست و چی کار هست. عزیزم پاسپورت ها رو که گرفتیم، بلیط هامونم برامون ایمیل میزنن دیگه، همه چیز حاضره. حاضره ببینم. هیجان داری؟ آره خیلی، از هیجان دلم میخواد پرواز کنم. یه تعطیلات رویایی منتظرمونه عزیزم. مهم این نیست که من کجا باشم، فقط کافیه تو کنارم باشی. الان میدونی من چرا اینقدر هیجانیم؟ برای اینکه قراره یه هفته با تو تنها باشه. هر جایی که تو باشی اونجا برای من مثل بهشته. با تو من همیشه خوشحالم. چنار من واقعا خیلی خوشحالم، چون اصلا یادم نمیاد کی رفتم مسافرت. آره دیگه، چون مهمترین بخش کارامون یادمون رفت. چی یادم رفته؟ خرید کردن دیگه. نه چنار لازم نیست. نه خیر، خیلی هم لازمه. بلند شو بریم. لازم نیست. نه بلند شو بریم که خیلی دیرمون. اما چنار بلند شو یالا بریم. چنار جدی میگم لازم نیست. اعتراضم نداری. خیلی خوب، گفتم که اعتراض قبول نیست. بیا زود باش. آدم بیشور، چطور تونستی این کارو بکنی؟ بفرما. گفته بودم که آهو خانوم حملشو کرد. ما منتظر همین بودیم. پس قرار قیامت بشه. الو. بله بابا جون. یالچین تو کجایی؟ بیرونم، یه کار مهم دارم. اون کار مهم تو ول کن و همین الان بیا خونه. ول کردن این کارا به این آسونیام نیست. گفتم همین الان بیا خونه. بیا
بیادب پر رو. سری باشه، ببینم چی میخوای بگی آقا فهمی، ببینم از حرفام خوشت میاد یا نه. ببینم چی میخوای به بابات بگی یالچین. بالاخره مجبور میشی برگردی همینجا، به پامون میفتی و ازمون خواهش میکنی که ببخشیمت، اما غیر ممکنه. مامان مامان مامان، دنیز و چنار دارن میرن، خواهش میکنم تو رو خود یه کاری کن. دخترم معلوم هست چی داری میگی، کجا میخوان برن؟ دارم میگم دنیز و چنار دارن میرن، چرا نمیفهمی؟ یعنی چی میخوان از امارت برن؟ اوف تو دیگه خیلی پرتی مامان، اونا میخوان برن ماه عسل. پس درد تو اینه، یعنی میخوای ما الان همه کارامونو ول کنیم و برای اینکه اونا دارن میرن ماه عسل بشینیم و گریه کنیم؟ مامان لازم نیست جلوی من جوری حرف بزنی که انگار اونا از نظر تو هم یه زوج خوشبختن. من نمیذارم برن، خودم جلوشونو میگیرم و نمیذارم به این ماه عسل برن. آسین بس کن، دیگه کافیه، نذار دو تا آدم بی ارزش اینقدر رو تاثیر بذارن و حالتو خراب کنن. تو نباید خودتو جلوی بقیه اینقدر ضعیف نشون بدی و خودتو خورد کنی. مامان اینا چه ربطی به هم دارن؟ منظور تو چیه؟ آسین دخترم تو نباید بذاری لهت کنم، اینقدر جلوی اونا خودتو کوچیک نکن، فهمیدی؟ تو اینجوری داری با اونا بیشتر قدرت میدی عزیزم. محکم رو پاهای خودت وایسا و مبارزه کن، مبارزه مامان کن. مامان داری چی کار میکنی؟ ولم کن، دستمو شکستی. معذرت میخوام دخترم. خب وقتی میبینم تو ناراحتی منم بیشتر ناراحت میشم و حالم بد میشه. نمیفهمم دارم چی کار میکنم. نه مامان تو نمیتونی با این بهونه های الکی منو گول بزنی، معلومه کسی ناراحتت کرده. ببینم بابام کاری کرده. نه عزیزم این چه ربطی به بابات داره؟ مامان الکی نگو بابا تو اتاق مهمونه، کار داشت زودتر رفت و از این حرفا. خودم شنیدم گفتی دیشب خونه نیومده. چی رو داری ازم پنهون میکنی؟ بگو چی شده؟ مگه من میتونم چیزی رو ازم پنهون کنم؟ نمیدونم، شاید بتونی مامان جون. خب بابات دیشب براش تو شرکت یه کاری پیش اومد، مجبور شد همونجا بمونه و امروزم چون بیخواب بود تو اتاق مهمونو استراحت کرد. چیزی نیست دخترم، تو نگران نباش. باشه باشه مامان، هر چی تو بگی. من هنوزم حرفم همونه، لطفاً اجازه نده کسی ناراحتت کنه دخترم. آخه درد ما چنار و دنیز نیست. باشه عزیزم. باشه باشه، من فدات بشم دختر عزیزم، تو لایق بهترینای عزیز دلم. هرگز اجازه نمیدم کسی ناراحتت کنه. اگه تو باباشی منم مامانشم، تو نمیتونی اینجور تصمیم‌ها رو تنهایی بگیری شوکت. خب من که هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم. همین که امیدوارش کردی بس دیگه، وگرنه چرا مامانش به من زنگ بزنه؟ دارم میگم من بهش جواب مثبت ندادم، بعدش هم زنگ زده که زده، مگه چیه؟ تو باید بهم خبر میدادی، نه اینکه با زنگ زدن مامانش اینو بفهمم. زنه بهم زنگ زده میگه میخوایم بیایم شب خواستگاری، من موندم بهش چی بگم؟ جلوش خجالت کشیدم. آره خب آیسل خانوم دیگه چیکار کنه؟ اون بالا بالاها رو میبینه، نمیتونه اوزو به عنوان دومادش قبول کنه، مگه نه؟ ماما بابا شما میخواین منو شوهر بدین؟ آره؟ نه دخترم، مگه من میذارم؟ اینا همش کارای اون باباته. بابا تو واقعا میخوای من با اون اوز ازدواج کنم؟ نه دخترم اینطور نیست، اوز فقط از من اجازه گرفت. مامانشم وقتی به مامانت زنگ زده سری بهش جواب رد داده. کاش حداقل نظر منم میپرسیدی، واقعا که باورم نمیشه. همینو میخواستی شوکت؟ بس کن دیگه آیسل، در مورد دخترم هم نمیتونم تصمیم بگیرم. با خودم صحبت کرد کم نبود که رفته با بابام هم صحبت کرده. من موندم با مهر چیکار کنم، حالا اینم اضافه شد.
امروز خیلی زود رفتی خونه. حالت خوبه؟ یکم نگرانم. خوب نیستم مرد. خیلی وقته که دیگه خوب نیستم. لیلا خانم. سلام. خوش اومدین، بفرمایین. خیلی ممنون. بفرمایین، خواهش میکنم. متشکرم. بفرمایین. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب حالتون چطوره؟ ازتون معذرت میخوام که دیروز باعث ناراحتیتون شدم. مهم نیست، الان بهترم. اینطور میگین اما از چهرهتون خیلی مشخصه که هنوزم مشکلات ادامه داره، نه؟ از دید شما چیزی مخفی نمیمونه. خب دیگه خیلی وقته که داریم با هم کار میکنیم، این چیزا رو بفهمم، چون منم وقتی کسی رو میبینم با یه نگاه میفهمم که تو دلش چیه و چی میخواد بگه. فکر کنم شما هم با پسرتون مشکلاتی دارین؟ بله. حتما خیلی اشتباه بزرگی کرده که تا این حد ازش ناراحتین، نه؟ راستش هنوز نه، اما اگه با اون دختر ازدواج کنه بله. آها، پس پسرتون میخواد با دختری ازدواج کنه که شما قبولش ندارین. موضوع حساسیه، خیلی دقت میخواد. منظورتون چیه؟ خب جوونا همیشه علاقه رو با عشق واقعی قاطی میکنن و این باورشون میشه. وقتی هم یکی بیاد باشون مخالفت کنه، اون وقت اون شخصی جورایی واسه شون چجوری بگم مهمتر میشه، بیشتر رو حرفش پافشاری میکنن، فقط به خاطر اینکه شما اینو نمیخواین اون بیشتر اونو میخواد. به نظر من این خیلی مزخرفه. درسته، اما متاسفانه واقعیت همینه. فکرشو بکنین، شما برای اینکه ثابت کنین حرف طرف مقابلتون درست نیست همیشه برعکسشو انجام ندادین؟ انجام دادم. خب حرف منم همینه. کاش تو این موضوع دخالت نمی کردین، چون الان بیشتر از همه شما دارین ضرر میکنین. یعنی اگه بهش فشار نمی آوردین شاید اونم تا این حد پیش نمی رفت. پس چی کار کنم؟ میگین بذارم با اون دختره ازدواج کنه؟ نه نه نه، فقط میگم بهش کمتر فشار بیارین، مجبورش نکنین. اون پسر شماست، شما بزرگش کردین دیگه، بالاخره متوجه اشتباهش میشه. من مطمئنم برمیگرده، اما یه روز پشیمون میشه. بعدش هم شما فقط باید آرامشتون رو حفظ کنین و آروم باشین. شما راست میگین، انگار کاری راحتی نیست. واقعا معذرت میخوام، انگار زیادی وارد این موضوع شدم دوباره. آره شما رو ناراحت کردم. نه این تقصیر شما نیست. خیلی خوب، پس بهتر اول قهوه‌مون رو بخوریم، بعدش برسیم به کارمون، چطوره؟ خوبه. عالیه. یه لحظه بیا. عزیزم به نظر من این قرمزه خیلی بهت میاد. آره خیلی قشنگه، اما من کلی خرید کردم، لازم نیست. یکی دیگه هم میگیریم مگه چیه؟ عشقم به اندازه ای کافی خرید کردیم. جدی میگم لازم نیست. ببین دستام دیگه درد گرفته، بس دیگه. نگران نباش، من خودم برات میبرمشون، خوبه؟ پس من میرم اونور ببینم، زود برمیگردم. باشه، هر چقدر اعتراض کنی بیفایده است، من باید اینو برات بخرم. ببخشید این قیمتش چنده؟ میتونیم بیایم تو؟ بیا. کسی که میگم ایشونه. بیا بشین اینجا. ایشون همه چیزو بهتون گفتن؟ بله قربان، گفته همه چیزو میدونم، نگران نباشی. خیلی خوب. اول میری اینا رو میدی به آقا چنار، بعدش هم زود برمیگردی اینجا و پولتو میگیری. چشم آقا. خیلی مواظب باش، جلب توجه نمی کنی. حتما. چاره دیگه ای برام نذاشتی چنار. من باید این واقعیتو هر جوری که شده بهت می گفتم.
عزیزم، انگار همه یه ترکیه رو گشتیم، مردم از خستگی، با هم درد گرفته. من یه ماساژر خیلی خوب میشناسم. حتما اسمشم با چه شروع میشه و با ره تموم میشه. به اندازه زیباییت باهوشم هستی عشقم. تو برو تو اتاق، منم الان میام، باید ماساژم بدی، خیلی خسته شدم. باشه، منتظرت هستم. زودی میام. ببینم از این خوشت میاد یا نه. سوزان خانم، شما این؟ من فکر کردم چناره. ببخشید، منم دنبال آقا چنار میگشتم. یکی اینو آورده، گفت بدم به ایشون. باشه، من بهش میدم، نگران نباشی. خیلی ممنون، پس منم میرم به کارم. خسته نباشی. این دیگه چیه؟ یه واقعیت مهمه خونوادگی، این یعنی چی؟ خیلی جالبه. بلیتایی که فرستادین رو دیدم، اما یه اشتباهی پیش اومده. بله بله، من بلیت ویژه خواسته بودم. باشه، دوباره چکش کنیم. شماره کارتم؟ یه لحظه صبر کنین، الان میفرستم. عزیزم، عشقم، کجا میری؟ کیفم رو تو ماشین جا گذاشتم، میرم بیارمش. باشه. الو؟ هنوز پشت خطی؟ خوب شد اینو ندید خدای من. احساس میکنم این موضوع چنا رو ناراحت میکنه. بذار بخونم ببینم چی. این عکس بچگی چناره. درست نیست اینو باز کنم. آقا چنار، ما سال هاست که دنبال شما میگردیم. به شما دروغ بزرگی گفتن، واقعیت رو از شما پنهون کردن. من همه چی رو در مورد خانواده شما میدونم و میخوام قبل از مرگم همه چی رو به شما بگم. آدرسم براتون نوشتم، خواهشن بیاین تا بهتون بگم. یعنی کی اینا رو فرستاده؟ اگه کسی داره با چنار بازی میکنه چی؟ اگه دروغ گفته باشه چی؟ کی داره این کارو میکنه؟ چرا باید بهش دروغ بگه؟ نه، غیر ممکنه. من نمیتونم بذارم اینا رو چنار ببینه. الان بی خودی ناراحت میشه. خدای من چون باشه، پس برام ایمیلش کن. باشه، خیلی ممنون. ممنونم، روز بخیر، به امید دیده. عزیزم، زود باش، باید بریم. دنیز، ببینم تو خوبی. دنیز، خوبم، چیزی نیست. وقتی از اتاق رفتم بیرون که خوب بودی، الان چرا اینطوری شدی؟ چنار، اگه یه چیزی بگم عصبانی نمیشی؟ عزیزم، چرا باید عصبانی بشم؟ بگو. ما نمیتونیم بریم محصل. میشه بگی چرا دنیز؟ خب من تازه تقویم رو دیدم، باید مامانم رو برای معایناتش ببریم. اویکو و بابام که سر کارن، چی کار کنم؟ بذارم تنها بره؟ خیلی خوب عزیزم، اشکالی نداره. اگه اینطوره معلومه که باید کنار مامانت باشی. پس من به شرکت زنگ میزنم و چند روز عقب میندازمش. الان برمیگردم. نه، الان نمیتونیم جایی بریم. با
باید اینجا بمونم و بفهمم که کی پشت این قضیه است. چی شد؟ کارو درست انجام دادی؟ بله آقا، همونجور که گفته بودین اون بستر بردم به امارت کوجابیا، گفتم بدم دست آقا چنان. آفرین. بیا اینم پولت، یه مدت اینجا آفتابی نشو. راستی اگه یه وقتم گیر افتادی، نه تو ما رو میشناسی و نه ما تو رو، فهمیدی؟ بله آقا. خیلی خوب، بریم. چشم آقا. بالاخره به آخر داستان رسیدیم، دیگه وقتشه با عموت آشنا بشی آقا چنار. قرار همه حقیقت رو بفهمی. برم ببینم این آدم کیه. عزیزم میخوای بریم بیرون؟ آره میخوام برم دیدن مامانم. خب باشه، منم باهات میام، شاید به کمک نیاز داشته باشی. چه کمکی عزیزم؟ من و مامانم حلش میکنیم، تو زحمت نکش. باشه. آخه این چه حرفیه؟ حالا که میخواین بریم برای معاینه، منم باید همراهتون بیام. چنار واقعا لازم نیست بیای. خیلی خوب، انگار میخوای با مامان تنها باشی. خوبه، پس من تا اونجا میرسونمت. باشه؟ باشه. زود باشه، آماده شدی؟ من حاضرم. باشه، پس بیا بریم. این چی؟ گفتی آره؟ خیلی زن باهوشی هستی. فکر کردی اینجوری میتونی ازم انتقام بگیری؟ دیشب کجا بودی یالچین؟ آهو، جواب سوالمو بده. اول تو جوابمو بده. دیشب کجا بودی؟ ببین، باور کن. بابا؟ دخترم، تا حالا کجا بودی؟ کارام یکم طول کشید، تازه تموم شده و تونستم بیام. همه چیز خوبه مگه نه؟ آره دخترم خوبه. الانم بابا بزرگت منتظرمه، باش صحبت میکنم، برمیگردم. باشه بابا جون. مامان چی شده؟ دارین چیزی رو از من مخفی میکنین؟ مشکلی پیش اومده؟ دخترم هیچ مشکلی پیش نیومده، فقط این اواخر بابات یکم سرش شلوغ. یعنی میگی به خاطر کار اینجوری بود؟ آره دخترم، تو نگران نباش. باشه. بله بابا جون، همه یه کار و زندگیمو ول کردم و اومدم. چی میخواستی به ام بگی؟ من باید برای اویکو یه برنامه فراموش نشدنی بچینم. باید یه پیشنهاد ازدواج عالی بهش بدم تا بفهمه که چقدر برام مهمه و دوستش دارم. کاش تو هم اونجا بودی مرد. انقدر قشنگ بود که نگو. خیلی رمانتیک بود. دوستم خیلی خوشحال شده بود. به نظرت تو کم پیشنهاد ازدواج یکم عجیب نیست؟ به نظر من که نیست. آره خب باشه نیست، ولی یکم ساده است. چرا نمیفهمی؟ دختره خودش همینو میخواست. پسرم چیزی که دختره میخواست و دوست داشت و انجام داده بود، واسه همینم خیلی رمانتیک بود، همه چی عالی بود. خب تو چجور پیشنهاد ازدواجی رو دوست داری؟ چرا باید بهت بگم؟ بگو دیگه. نمیشه. ببین خواهش میکنم، سب کن. مسخرم نکنی. نمی کنم. اول اینکه باید موزیک باشه. خب اگه ممکن بود زنده،
و یه موزیک خاص، جوری که اگه بعد سالها شنیدمش یاد اون لحظه بیفتم. بعدشم شعر میخوام، شم میخوام. آها، گل. حتما عالی میشه، بهتر از اون چیزی که فکرشو میکرد. این چیه دنیز؟ چیزه؟ گزارش معاینات مامانمه. تو داری یه چیزی رو از من مخفی میکنی. چی داری میگی چنار؟ چون منم یه چیزی رو ازت مخفی کردم. یعنی چی؟ یه لحظه سرم. میخواستم اینو تو ماحصل بهت بدم، اما حالا که نمیری ماحصل الان میدم بهت. بازش کن ببینم خوشت میاد. وای چنار، من که بهت گفتم نخر. مطمئنم تو این رنگ میدرخشی. خیلی ممنونم. خواهش میکنم عشقه. خب الان نوبت توه، نشون بده ببینم چی رو داشتی ازم قایم میکردی. خب منم میخواستم یه یادداشت برات بنویسم، ولی زود دستم رو شد. زود باش بده ببینم چیه. دنیز این خیلی قشنگه. خوشت اومد؟ معلومه که خوشم اومد، چرا خوشم نیاد؟ خیلی دوستت دارم. منم خیلی دوستت دارم. برای همینم هیچ وقت اجازه نمیدم کسی بهت آسیبی برسونه. زود باش بریم. بریم. خانم ها مقدمه. تو چه جور آدمی هستی؟ چند ساله که ازدواج کردی؟ تو اصلا میفهمی خجالت یعنی چی؟ از ما که خجالت نمیکشی، از دخترت خجالت بکش، از دخترت. من تو رو اینطوری تربیت کردم؟ ببینم تو چطور تونستی به زنت خیانت کنی؟ بابا میشه به حرف منم؟ به چی گوش بدم پسر؟ به کدوم حرفت؟ نکنه میخوای این بیحیایی تو برای منم تعریف کنی؟ آره؟ بابا داری بیانصافی؟ ساکت شو. تموم شد. من از این به بعد دیگه پسری به اسم تو ندارم. دیگه هم نمیخوام به این بهونه ها و دروغات گوش بدم، فهمیدی؟ سالها منتظر بودم تا برای خودت مردی بشی، صبر کردم، سعی کردم، تلاش کردم، هر بار خطاهاتو ندیده و نشنیده گرفتم، همیشه بهت یه شانس دیگه دادم، اما اشتباه کردم. تو از پس هیچ کاری بر نمیای. از خونم برو، گم شو بیرون. بابا دیگه هم نمیخوام پاتو بذاری تو این خونه، فهمیدی؟ اجازه نمیدم آسین و آهو رو بیشتر از این ناراحت کنی. بابا اصلا متوجه هستی چی داری میگی؟ من پسرتم بابا. تو پسر من نیستی یالچین. با هر کسی هر غلطی که کردی گم شو، برو پیش همون، گم شو. بابا گفتم گم شو بیرون، دیگه نمیخوام ببینمت. بابا تو نمیتونی منو اینجوری از خونت بندازی بیرون. من پسرتم، پسرت یالچین. باید به این قبل از خیانت به زن و خونوادت فکر میکردی. تو هنوز منو نشناختی نه؟ من کسی که به خونوادش خیانت کنه رو به هیچ وجه نمیبخشم. اجازه نمیدم آهو و آسین و اذیت و ناراحت کنی. باشه، من گم میشم و میرم، اینجوری کسی هم اذیت نمیشه. اما اول حقمو بده،
بعدش گم میشن. تو از چی داری حرف میزنی؟ از کدوم حق؟ بابا این کارو نکن، خیلی خوب میفهمی چی دارم میگم. فهمیدم، اما میشه یه بار دیگه هم بگی که چی میخوای؟ از کدوم حق حرف میزنی؟ از حقم تو میراثت. منم تو این میراث حق دارم، مگه نه؟ تو هیچ حقی نداری. من هنوز زندم و تو دنبال میراثمی؟ ببینم تو اصلا خجالت نمی کشی؟ چرا باید خجالت بکشم بابا؟ ها؟ من شب و روزم و پای اون شرکت گذاشتم، همه چیزم و فداش کردم، الان حقم از اون شرکت میخوام. تو نه تو اون شرکت نه تو میراثم هیچ حقی نداری، فهمیدی؟ هیچ حقی نداری. اینو تو مغز پوکت فرو کن، الانم از اینجا گم شو، برو بیرون. تو نمیتونی منو اینجوری از خونت بندازی بیرون. من برای اون شرکت کارایی کردم که هیچ کس تا حالا نکرده. چی کار کردی ها؟ چی کار کردی؟ کارایی کردم که حتی نمیتونی حدسشو بزنی. تو منظور چیه؟ وقتی وقتش برسه میفهمی. کلاتو بنداز بالاتر آهو خانوم، چیزی که میخواستی شد. ببین دارم میرم. تو الان فکر میکنی برنده شدی نه؟ از این لحظاتت لذت ببر، چون این لحظات خیلی کوتاهه. من وارث این امارتم آهو، برای گرفتن حقم خیلی زود برمیگردم، میفهمی؟ آره ممکنه، شایدم برگردی. میتونی واسه حقت یا هر چیز دیگه ای برگردی و بیای اینجا، ولی این برای من هیچ معنی نداره. یالچی، تو رو من بیرون نکردم، این تصمیم بابا فهمی بود. این نقشه مشترک هر دوتاتون باشه، قبول، منو انداختین بیرون، ولی بیا اینم میدون، وقتش که برسه هر دوتاتون میبینین که کی برنده میشه. آره بودو، معشوقت منتظرته. چون منتظرمه نمیرم آهو، میرم چون کنار اون انقدر خوشحالم که هیچ وقت کنار تو نبودم، فهمیدی؟ لیلا خانم خوش اومدین. سلام سلام جون. راستی تو از مرد خبری نداری نه؟ نه متاسفانه. خیلی خوب سنم جون، به کارت برس. الو مرد. الو سلام، میخوام راجع به یه مسئله باهات حرف بزنم، اگه وقت داری میخوام امروز ببینمت. البته که وقت دارم، من الان تو خونه یه مادم. ببین من نمیخوام بیام اونجا، ولی خیلی نزدیکه، میشه بیای ساحل اونجا ببینمت؟ آره برای من فرقی نمیکنه. ساعت چند میتونی بیای؟ همین الان، یعنی هر وقتی که تو بخوای میتونم. راستش اگه همین الان بشه خیلی خوبه. باشه پس من همین الان میام. خداحافظ. خداحافظ. وای خدایا مرد میخواد منو ببینه. میدونستم بالاخره فهمید که بهتر از من نمیتونه پیدا کنه. ای وای پسر، هر جایی که میرم باید تو رو ببینم.
نه آقا شوکت، من همینجوری داشتم رد میشدم. حالا که دیدمت نمیشه ازتون نپرسم. کی بیام واسه خواستگاری؟ یکم سب کن اوز، یکم سب کن تو رو خدا، اینقدر عجله نکن. مگه تو همچین مسائلی میشه سب کرد آخه؟ راستش خب انگار آیسل راضی نیست. اویکو هم که نمیدونم، هنوز مشخص نیست. انشالله که مشخص میشه، شما میتونین راضیشون کنین. ببینین همچین جوان مردی خواستگار دخترتونه، یه کمی به هم کمک کنین. بذارین یه لبخند بیارم. نمیشه که فقط به خاطر یه لبخند تو دخترمو بدم بهت اوز. نه به خود، منظور من این نبود. ببین اگه خودش بخواد که خود، اگه نخواد این کار تمومه. باشه قبوله، یه بار دیگه با ایکو حرف بزنی، شاید نظرش عوض شه. ببین فقط یه بار باهاش حرف میزنم، بیشتر از این انتظار نداشته باش. باشه آقا شوکت، اما یکم ازم تعریف کنی. نه فقط نگه یه اوزی هست میخوای باش ازدواج کنی یا نه، یکم ازم تعریف کنی. استغفرالله. باشه اوز، گفتم که صحبت میکنم، هر چی خیر باشه همون میشه، فهمیدی؟ آره فهمیدم، من فقط یکمی هیجان زدم داداش. باشه آقا شوکت، من منتظر خبرت هستم. برو به سلامت، ببینیم قسمت چیه. حداقل یه کارو درست انجام بده. انگار هرچی تو زندگی منه اینجوریه. اوف لعنتی. اویکو دستتو بریدی؟ فقط یه خراشه، چیز مهمی نیست، خودم الان اینجا رو جمع میکنم. نمیخواد، تو نگران اینجا نباش، تو خوبی؟ اینو بگو. گفتم که یه خراشه، چیزی نیست. منظورم این نیست اویکو جون، تو واقعا حالت خوبه؟ از صبح داره حواست یه جای دیگه است. چیزی ناراحتت کرده؟ نه چیز خاصی نشده، بگیم تموم شده بهتره. چی شده؟ بیخیال، چیز مهمی نیست، فقط این اواخر زندگیم خیلی به هم ریخته است. منم به اندازه شما ناراحتم. بیخیال، بریم به کارمون برسیم. باشه، تو هم خیلی خودتو ناراحت نکن، اینجا رو من خودم تمیزش میکنم. نه من خودم تمیز میکنم. گوشیت داره زنگ میزنه، تو جواب بده، من تمیزش میکنم. بله بابا جون. الو دخترم، سر کاری؟ آره سر کارم، چیزی شده؟ میتونی یه نیم ساعت مرخصی بگیری و بیای؟ بابا اگه میخوای راجع به اون موضوع عوض. دخترم فوراً مخالفت نکن، وقت داری یا نه اینو بهم بگو. مامان جون. آه خوش اومدین بچه ها، شمایی؟ نکنه از دیدنمون خوشحال نشدی؟ نه عزیزم، فکر کردم شوکته، برای همین اینطوری گفتم. بفرمایین تو. من باید برم مامان جون. چرا پسرم؟ من اومدم دنیزو برسونم، خودم باید برم، یکم کار دارم. باشه هر جور راحتی. باشه مامان جون. خدافظ عزیزم. میخوای منم بیام؟ نه گفتم که لازم نیست. خدافظ مامان جون. خدافظ، مواظب خودت باش. باشه چشم. تو به چنار گفتی نیا تو؟ نه مامان، اون به خاطر یه چیز دیگه. خیلی خوب. آه این دیگه کیه؟ آه سلما، خوش اومدی دخترم. خیلی ممنون. وای دنیز جونم هم که اینجاست. سلما خیلی دلم میخواست ببینم. اومده بودم بشقاباتونو بدم، انگار قسمت بوده تو هم ببینم دنیز جون. اینا باش، فکر کنم تو بیرون دیده که اومدی، بدو بدو خودشو رسونده. یالا بیا این تو. بیا عزیزم. ازگور الان رستورانی؟ باشه عالیه، میشه ازت بخوام یه کاری برام بکنی؟ خیلی خوب، پس وقتی اومدم بهت میگم. باشه میبینمت، خداحافظ. گوش کن چی بهت میگم، همه چیز حاضره، چنار امکان داره تو همین روزا سراغتو بگیره و بیاد پیش تو. چیزایی که گفتم و یادته؟ نگران نباشین آقا تکین، این که چی بگم و چی کار کنن دونه بدونه همشو حفظ کردم. خیلی خوب. زود باش چنار، زود باش. اگه نمیخوای این زندگی دروغی رو بیشتر از این ادامه بدی، پس عجله کن پسر، عجله کن. سلام. سلام.
سلام مرد. سلام و خیلی ازت ممنونم که اومدی. بعد از اتفاقاتی که افتاد حق داری حتی به هم نگاه هم نکنی، اما خیلی خوب با هم برخورد کردی، خیلی ممنونم. اگه منظورتون موضوع مراسمه، من فراموشش کردم. بعدشم ما باید از این به بعد به آینده بیشتر فکر کنیم. میدونم و من هم برای همین یه هدیه به عنوان معذرت‌خواهی واسه گرفتم. وای خیلی ممنونم. بس که هول شدم اصلا نمیدونم چی بگم. چطور یه نگاهی بهش بندازی؟ ها شاید خوشت بیاد. مرد. وای هنوزم فراموشش نکردم. البته که نکردم. وقتی بچه بودی هم از اینا میخواستی، درسته؟ به خاطر این کلاها خیلی گریه کرده بودم. چطوره؟ واقعا عالیه. واقعا ازت ممنونم. این چه حرفیه، خواهش میکنم. راستش من یه خواهش خیلی کوچیک ازت دارم. البته بگو چی شده. من میخوام یه سورپرایز برای اویکو حاضر کنم و اگه بتونی به هم کمک کنی ممنون میشم. باشه، یعنی چه کمکی از دست من برمیاد؟ خیلی ممنون، این عالیه. تنهایی عمرن از پسش بر نمیبادم. اینجا چند تا مغازه است، نظر چه ببینیم؟ بریم. بیا دخترم، بیا بشین یکم با هم حرف بزنیم. در مورد چی حرف بزنیم؟ خب در مورد اوزه. بابا من نمیخوام در این مورد حرف بزنم. باشه دخترم، میشه پدر دختری دو کلمه با هم حرف بزنیم؟ من همه چی رو میبینم. شما شاید فکر کنین من در مقابل خانواده‌ام یه بابای بی احساس و بی درکم. این چه حرفیه بابا جون؟ حقیقت دخترم، ببین میرم سر کارو برمیگردم، میرم قهوه خونه. فکر میکنین من چیزی نمیفهمم، ولی من همه چی رو میبینم. میشه بگی اون دختر شاد و خندون من چی شد؟ ها؟ دخترم ببین، دیگه خوب غذا هم نمیخوری، حتی دیگه نمیخندی، خیلی وقتا فقط یه لبخند کوچیک میزنی. اون دختر شاد و خندون من چی شد؟ ها؟ نمیدونم کی گرفت و کجا برد، ولی اگه به خاطر خستگی کارم باشه، معلومه یکی نشاط دختر منو با خودش برده. اون دختر خندون من چی شد؟ منم گفتم دیگه نمیخوام همو ببینیم. هر کاری میکرد اصلا به دلم نمی نشست. از اولش هم نمیخواستم، ولی گفتم یه امتحانش کنم. آخه من از کجا میدونستم طرف برای جاسوسی اومده؟ من فکر میکردم فقط یه هکر عالیه. اما اون جاسوس حرفه‌ای بوده، جاسوس انگلیس. اونم در سطح بین المللی. کلید نجات دنیا تو دست این بود. چی؟ سلما تو داری چی میگی؟ کی جاسوس عزیزم؟ الکی گفتم. میخواستم ببینم به حرفم گوش میدی یا نه. اصلا معلوم است تو حواست کجاست؟ معذرت میخوام، من امروز ذهنم به خاطر یه موضوع خیلی درگیره. ببخشید. بین تو و چنار مشکلی هست؟ بین من و چنار نه، ولی راجع به چناره. چی شده؟ امروز یه بسته اومد خونمون. معلومه یکی فرستادتش. برای یه چنار بود، ولی من بازش کردم. یکی از فامیلای چنار اونو فرستاده. میخواد راجع به گذشته یه چنار و چیزایی که میدونه باهاش حرف بزنه. خب این کجاش بده؟ خوبه دیگه. هم با فامیلاش آشنا میشه، هم راجع به گذشته یه چیزایی میفهمه. تو چرا اینقدر استرس گرفتی؟ یادت ما رفته بودیم مانیسا؟ چنار اونجا به دنیا اومده. اون موقع وقتی هیچی پیدا نکرد، چنار خیلی به هم ریخت. اگه الان کسی بخواد باهاش بازی کنه، بازم حالش گرفته میشه. من نمیتونم اجازه بدم بازم ناراحت بشه سلما. آره خب حق داری، اگه دروغ باشه چنار خیلی ناراحت میشه. حالا میخوای چی کار کنی؟ میخوای بری دیدن کسی که این نامه رو نوشته؟ آره خب معلومه که میخوام برم. من باید به آدرسی که اونجا نوشته برم. میخوام اصل قضیه رو بفهمم. اگه چنار واقعا یه فامیل داره، مستقیم میرم بهش میگم، یعنی بدو بدو میرم بهش اینو میگم. ولی اگه یکی داره باهاش بازی میکنه، هیچ وقت اینو نفهمه بهتره. نمیتونم این کارو بکنم، بهترین رو همینه.
پس کی میخوای بری؟ همین الان میرم و زودی برمیگردم. درباره چی حرف میزدین تا منو دیدین ساکت شدین؟ داشتیم در مورد رابطه های من که همیشه با یه حسرت جدید تموم میشه حرف میزدیم. خب واسه منم تعریف کن، شاید به عنوان مادر یه چیزی بگم به دردت بخوره. باشه چشم. چاییاتون سرد نشه. اوزگور چنار خوش اومدی. چه خبر، چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم، برای اینکه برام وقت گذاشتی من خواهش میکنم. این چه حرفیه؟ بیا بشین. بیا باشه بشینی. چیزی میخوای بگم بیارم؟ نه ممنون، امروز چای قهوه زیاد خوردم. چنار چطوری؟ دنیز حالش چطوره؟ بهتر شده؟ خوبیم، یعنی بهترین، فقط یکم وقت نیاز داره. راستش من در مورد کارهایی که داداشم کرده خیلی شرمندم. اوزگورین ربطی به تو نداشت، کاری از دستت برمی اومد. میدونم، اما کاش کاری از دستم برمی اومد. اونم دیگه رفته خارج از کشور، انشالله که وقتی برگرده همه چیز رو جبران میکنه. ببین بهتر این موضوع رو بیخیال شیم، باشه؟ بعدش هم من اومده بودم ازت یه خواهشی بکنم. چه خواهشی؟ بذار پیشا پیش اینو بهت بگم، من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. پس منم پیشا پیش ازت ممنونم. اوزگور من میخوام واسه دنیز یه لحظه رومانتیک تدارک ببینم، اما میخوام کسی تو رستوران نباشه، فقط ما دوتا باشیم. یعنی فهمیدم، و برای همین به اینجا نیاز داری؟ نره برای تو که مشکلی نداره. نه نداره، آخرین مشتری ها که رفتن اینجا متعلق به شماست. باشه این عالیه، پس با هم هماهنگ میکنیم. من با اجازت میرم. باشه بهت زنگ میزنم. خداحافظ. خداحافظ شما. چون منتظرمه نمیرم آهو، میرم چون کنار اون انقدر خوشحالم که هیچ وقت کنار تو نبودم. موفق نمیشین، هیچ کدومتون موفق نمیشین منو ناراحت کنی. من با چنگ و دندون این زندگی رو به دست آوردم، اینجا خونه منه. هر چیزی که باید از دست میدادم و از دست دادم. تمام کارهایی که گفتین رو انجام دادم، فردا اگه وقت داشتین بتونی سر میزنم، باز نظرتون رو میپرسم. البته خوشحال میشم. ببین شریک، نایلا خانم گفته خوشحال میشم. همه چی طبق میلمون پیش میره. باید یکی دوتا حمله دیگه مونده تا لیلا کجابی کاملا بیافته تو دستامون رو برنده بشیم. از چهار طرف جوری به فهمی کجابی حمله میکنیم که نه جایی برای رفتن داشته باشه و نه کسی بتونه بهش پناه بده. باشه دخترم، باشه. شاید نخوای حرف بزنی، ولی میخوام بدونی که هر وقت بخوای میتونی با هم صحبت کنی، بدون یه پدری داری که باهاش درد و دل کنی. باشه دخترم. ممنونم بابا جون. دختر عزیزم، آها، در مورد موضوع اوزم. باشه دخترم، اگه نمیخوای نخوای، اجباری نیست. خوشحالی دخترم از همه چی تو دنیا واسم مهمتره، ولی نظر من اینه که بشین باهاش یکم حرف بزن، شاید به تفاهم برسین. شاید تونستین با هم کنار بیاین، ولی اگه نمیخوایم مشکلی نیست، این تصمیم خودته بابا. باشه دخترم، خودت فکر کن و تصمیم بگیر، بالاخره این زندگی خودته، هر کاری رو که خودت صلاح میدونی همونو انجام بده. باشه دخترم. ممنونم بابا جون. خواهش میکنم دخترم. ای بابا، همینقدر وراجی بسته دیگه. بلند شو برو به کارت برس.
خیلی منتظرشون نذار. منم بالاخره یه جوری خودم رو همینجا سرگرم میکنم. باشه بابا جون. خدافظ دخترم. سنم واقعا ازت ممنونم. نمیدونم اگه تو نبودی چطوری میتونستم از پسش بر بیام. یه گل و شیرینی خریدن که این حرفا رو نداره، ولی از این که تونستم بهت کمکی بکنم خوشحالم. ولی هنوز تموم نشده. بیشتر برای انتخاب لباس به کمکت نیاز دارم. منظورت از لباس چی؟ یعنی میخوام با یه لباس شیک برم پیش اویکو. نظرت چیه ها؟ به یه کت و شلوار عالی هم نیاز دارم. راستش میخوام برم یه نگاهی به اون مغازه بندازم. میشه اینو برام نگه داری؟ آره. خیلی ازت ممنونم. یا عکس برات میفرستم یا اگه شد صدات میزنم. باشه؟ فقط خرید کردن واسه اویکو جون رو کم داشتم. ببین سلما جون، وقتی میبینی نمیشه تو هم خیلی اصرار نکن. نظر منم همینه خاله آیسل. خب راستش حرفاتون خیلی شیرینه، اما من باید کجا میخوای بری؟ تو که تازه اومدی. مامان جون تو خونه یکم کار دارم. دفعه بعد که اومدم بیشتر پیشتون میمونم و بیشتر حرف میزنیم. باشه دخترم، خودت بهتر میدونی. من اینا رو میبرم آشپزخونه. میخوای بری اونجا؟ آره دیگه، باید زودتر برم. تو مطمئنی؟ اگه مشکلی پیش بیاد چی؟ آره مطمئنم سلما، من باید این کارو به خاطر چنار انجام بدم. خب تو نمیخوای بری؟ من میخوام یه کم دیگه پیش خاله آیسلم بمونم، هنوز صحبتامون تموم نشده. کار خوبی میکنی، با هم قهوه میخوریم. باشه. الو عزیزم، کارتون تو بیمارستان تموم شد؟ آره تموم شد، هیچ مشکلی نبود. عالیه، پس من میام دنباله. یه سورپرایز برات دارم. چه سورپرایزی؟ بعد میبینی؟ باشه منتظرتم. میبینمت. چنار داره میاد اینجا. به نظرم اینطوری بهتره، درست نبود تنهایی بری اونجا. ای بابا، دخترم میخواد بره خونه، این چه خطری داره آخه؟ چه میدونم خاله آیسل بیرون کلی دزدو از این چیزا هستن دیگه. به هر حال من میرم دم در، الان چنارم میرسه. باشه دخترم، مواظب خودت باش. چشم مامان جون. به چنار سلام برسون. چشم حتما. خدافیز. خدافیز. یه قهوه درست کنم میام دختر. باشه خاله آیسل. دیر کردم، نگرانم شده. آزگو ببخشید دیر شد، تو رو هم دارم میام. ببین اویکو، نه فعلا لازم نیست بیای اینجا. میتونی به کارات برسی. چنار اینجا رو تعطیل کرد، میخواد اینجا با دنیز یه غذای رمانتیک بخوره. اینکه تو بیای و برای خواهرت و شوهر خواهرت میزازر کنی جالب نیست. آره راست میگی. باشه پس منتظرم بهم خبر بدی. باشه خدافظ. خدافظ. خدا رو شکر حداقل آبجیم خوشحاله. یعنی منم میتونم یه روزی بازم خوشحال باشم. گول گرفته براش. سلام، چطوره؟ ها؟ چقدر شیک شدی. واقعا جدی داری میگی؟ راستشو بگو دیگه. ببین اگه خوشت نیومده کافیه به هم بگی، بعدش من میرم یکی بهترشو میگیرم. بگو خوبه یا نه. نه یعنی بهتر از این نمیشه. خب پاسالیه، حالا که تو هم تاییدش کردی میرم میخرمش و میام. باشه بازم من. نه من نمیتونم پسر به این خوبی رو بدم دست اویکو. پسر رئیسم که هست. پس آرزوی سنم کجوبی شدن من چی میشه؟ نه خیر، نمیذارم با هم ازدواج کنم. فکر کن سنم، فکر کن و یه راهی پیدا کن.
بیا عزیزم. چنار، ما چرا اومدیم اینجا؟ نتونستیم بریم ماه عسل. گفتم حداقل یه لحظه رمانتیک با هم داشته باشیم. فکر خیلی خوبی کردی عزیزم. دنیز خانم، آقا چنار، خوش اومدیم. خیلی ممنون ازگور. ازگور؟ چرا همه این میزا خالیه و کسی نیست؟ چون آقا چنار میخواستن امروز اینجا با شما تنها باشن. دقیقا همونطوری که میخوام زندگیمونو تنهایی با تو بگذرونم. چنار بفرمایین، میخوام این زوج عاشقو تا میزشون همراهی کنم. ممنون ازگور. آقا شوکت. خب چی شد داداش؟ با ایکو حرف زدی؟ آره حرف زدم. خب چی گفت؟ میخواستی چی بگه؟ هیچی نگفت. یعنی چی؟ چرا چیزی نگفت؟ پسر علکی که نیست، باید بشینه در موردش فکر کنه. فعلا چیزی نگفت. خب داداش شما باید از من جلوش تعریف میکردی. نمیشه اوز، ایکو دختر منه. وقتی دلش نمیخواد منم نمیتونم، چون فقط تو دوستش داری مجبورش کنم. نه خب تا نخواد که نمیشه. شاید فکراشو کرد و نظرش عوض شد، ولی هیچی معلوم نیست. فعلا خدافظ. انشالله داداش، انشالله. ممنون ازگور. خواهش میکنم. شما چرا چشمک میزنی؟ به خاطر این، بدون موزیک نمیشه. دنیز، میدونی چیه؟ اولین باره که تو زندگی احساس هیچ کمبودی نمی کنم. انگار تو تکمیل کننده همه چیزم. زیر سایه تو احساس می کنم یه خانواده واقعی دارم. پس خانواده قبلی چی؟ بابا فهمی رو میگی؟ نه، تو خانواده ای که به دنیا اومدی اونو میگم. مثلا اگه یکی از فامیلات پیدا بشن چی؟ به نظره چی میشه؟ خب هیچی. یعنی آشنایی با عمو و عمم شاید قشنگ باشه، حتی صحبت کردن باهاشون. نمیدونم با گفتن این بی‌انصافی میکنم یا نه، ولی بابا فهمی تو زندگی نقش مهم میداره. این بابای واقعی مده نیست، اما بازم خانواده خود آدم بابای واقعی خیلی متفاوت تره. اصلا نمیدونم از کجا معلوم. شاید یه معجزه بشه و یکی از فامیلات پیدا بشه. فکر نمی کنم بشه. چرا؟ چون من از تمام شانسم تو زندگیم با ازدواج کردن با تو استفاده کردم. برای همین فکر نکنم بشه. دنیز خانم چه خوبه که هستی. خوبه که هستی. یالا دی میرم اونجا چنار، به خاطر تو این کارو میکنم. اگه واقعا یه فامیل داشته باشی میارمش پیشت. سلام، راستش به خاطر امروز خیلی ازت ممنونم. خواهش میکنم عزیزم، من که کاری نکردم. دیگه میخواستی چی کار کنی ها؟ اگه تو نبودی من چطور میتونستم اینا رو انتخاب کنم؟ خوشحالم که به دردت خوردم. خسته شدی مگه نه؟ خب نظرت چیه بریم یه قهوه مهمونت کنم؟ خیلی میخوام ولی باید برم، کلی کار دارم. خیلی خوب باشه، هر جور راحتی، فقط پیشنهاد بود. خداحافظ. خداحافظ. زود باش دیگه پسر، جواب بده. ها الو ازگور، ببین همه چیز حاضره. دیگه وقتشه که به اویکو پیشنهاد ازدواج بدم، اونم جوری که هیچ وقت فراموش نکنه. باشه پس میبینمت. عزیزم اگه بخوای میتونیم از اینجا بریم یه جای دیگه. من از تنها بودن با تو سیر نشدم. آره میخوام، ولی من یه کار کوچیک دارم، اونو حل میکنم و برمیگردم. باشه، تولد بابا فهمی هم هست، منم میرم واسش کادو بگیرم. چه خوب شد گفتی، برگشتنی منم یه چیزی میگیرم. باشه خوبه، بلند شو بریم دیگه. باشه بریم.
تو الان کجا بودی شوکت؟ قهوه خونه. باید به تو هم حساب پس بدم؟ آره باید بدی. این مسئله اوضاع تو باز کردی، باید حساب پس بدی. مگه من مجبورش کردم؟ پسر از دخترمون خواستگاری کرده، نخوردتش. کار بدی هم نکرده. الان مشکل تو چیه؟ من نفهمیدم. اون مناسبه دختر ما نیست شوکت. ببین اگه پنهونی کاری کنی خودم میدونم باها چی کار کنم. معذرت میخوام آیسل خانم، پنهون کاری کار توه نه من. شوکت، خب راست میگم، تو از مخفی کاری خوشت میاد نه من. الان موضوع ما این نیست. چرا وقتی بحث به اینجا کشیده میشه میگه موضوع این نیست؟ من این حرف حالیم نمیشه شوکت. دختر ما با اون پسر ازدواج نمیکنه. تو هم دیگه حرفی از این موضوع نزن، همینو بس. مگه من این موضوع رو باز کردم؟ کار خودت بود، هم مقصر میکشی هم طلبکاری. ای بابا. وای کاش میرفتم خونه، اینجوری اصلا زمان نمیگذره. میرفتم یکم با مامانم حرف میزدم. بله ازگار. قضای رومانتیک این زوج عاشقم تموم شد، دیگه میتونی برگردی. باشه منم نزدیکم الان میام. باشه پس میبینمت. باورم نمیشه بابا این کارو کرده باشه. یعنی آره همیشه یه آدم سرسخت بوده، ولی همچین انتظاری رو از آقا فهمی نداشتم. یعنی چی که پسرش از خونه انداختی بیرون؟ اما من اصلا تعجب نکردم، اون منو از بچگی دوست نداشت. مگه میشه آدم بچهشو دوست نداشته باشه؟ نمیدونم، باید از فهمی کجابی اینو پرسی. آدم چرا بچهشو دوست نداشته باشه؟ اینکه چرا از همه بجز من دفاع میکنه رو باید از اون پرسی. اول داداش مصطفیم، گفتم داداشمه، اولین بچهشه، به خاطر همینه که بیشتر دوستش داره. مرد، اما بعدش چنار اومد و یهو اون رفت بالا. بازم گفتم بی کسه، بدبخته، حتما عذاب وجدان داره. اما حالا آهو آهو، دختر مردم، حتی اونو بیشتر از من دوست داره. منو همینجوری وسط میدون ولم کرد. نمیتونه اجازه بدی این کارو باد بکنن، نمیتونه تو رو از خونه بندازه بیرون. معلومه که نمیتونه. هر چقدرم که منو بندازه بیرون، اون زندگی حق منه. قطعاً همینطوره. اون امارت، شرکت، همه ی پولای توی بانک تا قرون آخرش مال منه و حق منه. نه آهو، نه هیچ کس دیگه. به هیچ کس اجازه نمیدم چیزی که مال منه رو ازم بگیره و منو تحقیر کنه. اینجا دیگه کجاست؟ ببخشید. بفرمایید. من دوباره این آدرس میگردم، شما میدونین کجاست؟ اون خونه کوچیک است. باشه. آخر کوچه. باشه خیلی ممنون. خواهش میکنم. خداحافظ دخترم. خدا کنه این یه بازی نباشه. خدا کنه واقعا یکی از فامیلای چنار باشه. سلام. سلام دخترم، بفرمایید. من دنیز کجابی هستم، همسر چنار کجابی. این نامه رو شما فرستادی؟ آقا تکی، چنار نیومده، خانومش اومده. میخواین چی کار کنم؟ میخواین کنسلش کنم؟ نه خیر، نقشه دقیقا همونطوری که هست ادامه پیدا میکنه. از اینجا به بعد نمیشه عقب نشینی کرد. چشم آقا تکین، هر طوری که شما بخوای. خیلی خوب، اینم از چاییامو. ممنون. میذارمش اینجا، اینم بذارم اینجا. خب
شما همسر آقا چناری؟ شما کی هستی؟ منم یکی از همروستایی آقا چنارم از مانیسا. بعد از اون اتفاقات منو هم از اون روستا انداختن بیرون. کی شما رو انداخت بیرون؟ دقیقا همونایی که جون اون خانواده رو گرفتن، یعنی کسایی که باعث رنج و عذاب اون خانواده شدن. این چناره؟ زندگی این بچه رو هم سیاه کردن. اون آدم های پس فطرت برای پوشوندن گناه خودشون خانواده این بچه رو قتل عام کردن و برای ساکت موندن بقیه پولای گزافی رو پیشنهاد دادن. اما من نه پول نه چیز دیگه ای هیچی رو قبول نکردم. بهشون گفتم دونه دونه اتفاقات رو میبرم به پلیس میگم، تهدیدم کردن. خب منم متأهل بودم، زن و بچه داشتم، درسیدم که یه وقت به اون آسیبی نزنن. واسه همینم خانوادم رو گرفتم و از اون روستا فرار کردم. شما چرا تصمیم گرفتین الان اینا رو به ما بگی؟ من میمیرم دنیز خانم، دکترها گفتن چیز از عمرم باقی نمونده. نمیخوام با این عذاب وجدان برم اون دنیا با آرامش نداشته باشم. باید واقعیت‌ها رو بگم. آقا چنار بی کس نیست، اون یه عمو داره. چنار عمو داره؟ آره. خب شما میدونین اون الان کجاست؟ میخوای خودت باش آشنا شی؟ آره میخوام آشنا بشم. باشه، پس یه دقیقه صبر کن. بله، همسر برادرزادتون اینجان، میخوان با اتون آشنا بشن. ماشه، مشکلی نیست، واسه فردا یه قرار ملاقات بذار. باشه، بهشون میگم فردا با عموی همسرتون آشنا میشی.